خرس‌های گریزلی نوعی از خرس‌های قهوه‌ای هستند که بومی آمریکای شمالی، به خصوص آلاسکا و کانادا هستند. برخلاف باور عموم، اونا فقط یکی از چندین زیرگونه خرس‌های قهوه‌ای هستند که میشه از خرس‌های سیاه تشخیص داده بشن. خرس‌های گریزلی قلمرو وسیعی دارن و برای بقا به فضای زیادی نیاز دارن. اونا همه چیز خوار هستن و در رأس زنجیره غذایی و همچنین اکوسیستم قرار دارن. اونا همچنین در زمستان به خواب زمستانی میرن. خوشبختانه این خرس‌ها در فهرست قرمز IUCN به عنوان کمترین نگرانی طبقه بندی شدن و هنوز در معرض خطر انقراض نیستن. در حال حاضر حدود 60,000 خرس گریزلی وحشی در آمریکای شمالی وجود داره. خرس گریزلی یک حیوان درشت‌اندام با شونه‌های قوزدار و پیشونی برجسته است که بهش یک هیکل تقریباً فرو رفته میده. خرس‌های گریزلی بالغ میتونن حدود 2.5 متر طول و تا حدود 400 کیلوگرم وزن داشته باشن. اونا به طور غافلگیر کننده‌ای چابک هستن و میتونن با سرعتی تا 56 کیلومتر بر ساعت در مسافت‌های کوتاه بدوئن. بینایی اونا ضعیفه و دیده شده که بدون هشدار به انسان‌ها حمله می‌کنن. ماده‌هایی که بچه دارن پرخاشگرترینشون هستن. اما بیایید ببینیم چه حیواناتی میتونن این هیولا رو شکست بدن. شماره 6، گاومیش کوهاندار آمریکایی. گاومیش کوهاندار آمریکایی بزرگترین حیوان در آمریکای شمالیه. ارتفاع اونا به بیش از 1.8 متر میرسه و وزنشون بین 459 تا 988 کیلوگرم متغیره. اونا ساختار بدنی بزرگ، عضلات قوی و سمهایی دارن که میتونن باهاشون لگد بزنن. همینطور یک سر بزرگ با شاخهایی که میتونن چیزی رو زیر بگیرن یا بهشون ضربه بزنن. اونا میتونن خیلی سریع بدوئن. یک گزارش میگه که میتونن سرعتشون رو تا حدود 64 کیلومتر بر ساعت برسونن. به خاطر این ویژگی ها اونا میتونن به راحتی نسبت به هر گونه خرسی برتری پیدا کنن، حتی باعث فرار شکارچی همه چیز خوار بشن. معمولا خرس ها، بچه ها، جوان ها و گاومیش های کوهاندار بیمار و ضعیف رو شکار میکنن. اگر سعی کنن به بزرگ سال ها حمله کنن، ممکنه خیلی جدی آسیب ببینن. اما در حالی که یک گاومیش کوهاندار ممکنه بتونه به یک خرس گریزلی آسیب جدی بزنه، بازم شانس کمی وجود داره که این گیاهخوارها بتونن ضربه نهایی رو به خرس وارد کنن. شماره 5، موس. موس‌ها بلندترین حیوانات آمریکای شمالی هستن. ارتفاع اونا به 2.1 متر میرسه و وزنشون بین 380 تا 700 کیلوگرمه. اونا دو شاخ بزرگ و ضخیم دارن که اغلب ازشون برای جنگ با موس‌های دیگه در فصل جفت‌گیری یا دفاع از قلمروشون استفاده میکنن. همچنین عضلات بزرگی دارن که بهشون قدرت زیاد برای جنگ با موس‌های دیگه یا دفاع از خودشون میده. ساختار ضخیم بدنشون هم باعث میشه که برای شکارچیان سخت‌تر باشه که اونا رو شکار کنن. اونا میتونن با سرعت حدود 56 کیلومتر در ساعت بدوئن که همون سرعت یک خرس گریزلیه. یک موس میتونه از یک جا رد بشه و هیچ خرسی جرأت نکنه باهاش درگیر بشه، با اینکه برای خرس نبرد ناامید کننده ای نیست. عمدتاً یک خرس دنبال دعوا با موس نیست. به خاطر اندازه، قدرت و شاخهای عظیمش، یک موس میتونه راحت یک خرس رو بکشه
یا بهش آسیب جدی وارد کنه. یک موس میتونه با یک لگد خوب یا با استفاده از شاخهاش یک خرس رو بکشه. شماره 4، ببر. هر دو موجود شکارچیان برتر زنجیره غذایی هستن و به ندرت به طور اتفاقی توی طبیعت با هم برخورد کردن. هر دو حیوان انواع سلاح‌های مرگ و در اختیار دارن و قاتلای طبیعی هستن. از نظر قدرت ببر سیبری در شرق روسیه حکمرانی می‌کنه. یک خرس گریزلی بالغ خیلی بزرگتر از یک ببر سیبریه. ببر سیبری بزرگترین و قویترین همه گربه سانانه. با ارتفاع حدود 1.25 متر و وزن تخمینی 300 کیلوگرم. به هر حال داستانهایی وجود داره که ببرها در طبیعت برای خرسای قهوه‌ای کمین کردن و بعد وقتی که دارن میخوابن بهشون حمله میکنن. همچنین 1% از رژیم غذایی ببر از این خرس‌ها تشکیل شده. ببرها بیشتر از هر شکارچی دیگه‌ای بهترین شانس رو برای شکست دادن یک خرس گریزلی دارن. به خاطر قدرت زیادشون، تمایلشون برای کمین کردن و موفقیتشون در مقابله با زیرگونه‌های بزرگتر خرس قهوه‌ای. به طور کلی ببرها دقیقاً میدونن کجا رو باید گاز بگیرن تا قربانیشون رو بکشن و اینکه چطور و کجا با پنجشون ضربه بزنن. اما با این حال ببر همیشه برنده نمیشه، چون خرس باهاش میجنگه تا یکیشون بمیره یا اینکه فرار کنه. شماره 3، اسب آبی. اسب‌های آبی که حدود 1.5 متر ارتفاع دارن و بیش از حدود 2000 کیلوگرم وزن، سومین موجودات بزرگ خشکی دنیا هستن. دهنشون پر از دندون‌های تیز و برنده‌ایه که به عنوان سلاح اصلیشون نه فقط برای ترسوندن شکار، بلکه همچنین در جنگ برای تثبیت برتری، برنده شدن حق جفتگیری با ماده‌ها و حتی کشتن شکار اگه تحریک بشن مورد استفاده قرار می‌گیره. یک اسب آبی ماده می‌تونه با فشار 12400 کیلو نیوتن بر متر مربع گاز بگیره که به اندازه ای قویه که یک تمساحو از وسط نصف کنه. پوست 5 سانتی متری زخیم اسب آبی هم اونا رو در برابر شکارچیان احتمالی محافظت میکنه. حتی اگه خرس خراشش بده اون ناخونها زیاد بهش آسیب نمیزنن. پس با این ویژگی ها یک اسب آبی کاملاً برای همه گونه های خرس های موجود شکست ناپذیره. برای ترسوندن خرس یا گاز گرفتن مرگبارش، اسب آبی فقط لازمه دهنشو باز کنه و دنبال حیوان بدوه. اگر با هم درگیر بشن، اسب آبی برنده میشه، بدون شک. شماره 2، کرگدن. کرگدن سفید یک رقیب دیگه است که خرس قهوه‌ای نمیتونه در مقابلش پیروز بشه. یک کرگدن سفید وزنی حدود 2300 کیلوگرم داره که این باعث میشه خیلی بزرگتر از یک خرس باشه. همچنین یک شاخ عظیم داره. حتی اگه گاهی اوقات شاخش تیز نباشه یا به هر دلیلی اصلاً شاخ نداشته باشه، باز هم میتونه به یک خرس آسیب جدی وارد کنه. یک کرگدن در نبرد با یک خرس برنده میشه. خرس‌های گریزلی حیوانات سخت جونی هستن. همچنین خیلی پرخاشگرتر از یک کرگدن هستن. اما در نبرد تن به تن، کرگدن میفهمه که خرس گریزلی یک تهدیده که باید حذف یا ترسونده بشه. این حیوان با همه زوری که داره مقابله میکنه. کرگدن ها حس بینایی خوبی ندارن
پس ممکنه که خرس گریزلی نزدیک بشه و کرگدن متوجه نشه و برای این که بتونه با سرعت حمله کنه دیر بشه. خرس گریزلی به این راحتی ها نمیتونه آسیب کافی به کرگدن وارد کنه تا اونو شکست بده، اما این حرفو نمیشه در مورد کرگدن زد. شماره 1، فیل. فیل‌های آفریقایی بزرگترین حیوانات خشکی دنیا هستند. با ارتفاع متوسط حدود 3.2 متر و وزن 6000 کیلوگرم، موجودات بزرگی مثل اسب‌های آبی و کرگدن‌ها که قطعاً سنگین‌تر از خرس‌ها هستند، می‌تونن توسط فیل‌ها هل داده بشن یا زمین بخورن. فیل دو عاج عظیم داره که میتونه ازشون به عنوان سلاح‌های کشنده و همچنین ابزاری برای شکستن درخت‌ها و کندن اونا از توی زمین استفاده بکنه. فیل‌ها پوستی به ضخامت 2.5 سانتی‌متر دارن که به اونا محافظت در برابر شکارچیانو میده، حتی اگه به زخیمی پوست کرگدن یا اسب آبی نباشه. خرس هیچ شانسی نداره. فیل‌ها میتونن با خرطومشون مثل یک دست اشیا رو جابجا کنن. خرس میتونه به سر و خرطوم فیل حمله کنه، در حالی که فیل میتونه اونو بگیره و بدون هیچ مقاومتی از خودش دور نگهش داره. هر حمله‌ای که خرس بتونه انجام بده، آسیب خیلی کمی به فیل وارد میکنه و جواب فیل به خرس به قدری عظیمه که حمله بعدی قطعاً مرگباره. رسیدیم به پایان این برنامه. اگه از این ویدیو خوشت اومد، یادت نره که لایکش کنی و نظرتم توی کامنت ها با هم در میون بذار. و اگه دوست داشتی کانالمون هم سابسکرایب کن و دکمه زنگولش هم بزن تا وقتی ویدیوهای جدید گذاشتیم با خبر بشی. با مغز باز همراه باشید.